در سال 57 بود، یبی در کل جهان برقرار بود. در سال 57 جوی در کل جهان برقرار بود که جو انقلابی، همه صحبت انقلاب بود، مخالفت، مخالف خونی، همه اینها در سطح جهانی جریان داشت. پاریس اون زمان مرکز به اصطلاح پایتخت مخالفان با حکومت‌های مختلف جهان. تا در اون زمان در دهه 60 و 70 جشنواره تئاتر آقای ژاک لنگ سوسیالیست به اصطلاح بنیانگذار و کسان دیگه بودن و رهبرش که بعدا شد وزیر فرهنگ فرانسوا میتران در دوران حکومت سوسیالیست، که این تمام گروه های مخالف حکومت ها رو از اروپای شرقی، جاهای مختلف، همه جا جمع میکرد و میآورد در این جشنواره نشون میداد، و کسانی هم که حتی مثلا به زعم آقای لانگ و بقیه مثلا در حکومت های دیکتاتوری بودن ولی اون لابلای حرفایی میزدن، اونا رو هم دعوت میکردن و اینها. و این جو میگم طبعا بر ایران هم سایه افکنده بود، و من یادم نمیره مجله پاریماچ هم به ایران میامد، عکس چگوارا که روش شاب شد در تهران نایاب شد. عکس چگوارا که روش شاب شد در تهران نایاب شد، باز هم آوردن. در یه همچین جبی که انقلاب، جب انقلابی هست، در ایران معمولا خرد حضور نداره، تفکر، تعقل، اندیشیدن حضور نداره، جای همه اینا رو ایدئولوژی میاد میگیره. در ایران هم سابقه ایدئولوژی که به جای خود، یعنی دین سالها بود به ایدئولوژی به اصطلاح تبدیل شده بود در طبقاتی، در طبقاتی حتی میگم در نظامیان ما هم داشتیم، و بعد نوع ایدئولوژی بود، این از تو جز این نیست، تموم شد رفت، این از تو جز این نیست. زنجیر پاره شد ماشین تو با گردن میخوام بلند هرچی دست داشت دادنه یه دست داشت کارو خودت
این سور عباد خانم علی شیر بیابان نجف اون با عبادخواست کاری نداره، اون یه روز درمونده میشه میگه به عبادخواست درمونده میشه میگه به حالا عرفا اومدن این نقلی بزنن وسط که ببینیم چه به روزشون آوردن. بنابراین وقتی خرد نباشه، اندیشه نباشه و ایدئولوژی جاشو بگیره، قضیه مرید و مرادی هم پیش میاد، یه سری میشن رهبر. دنیا رو دیگه ما خودمون اونطور که میتونیم ببینیم نمیبینیم، دیگران اونطور که میبینن ما هم مقلدیم. فرق نمیکنه دارالخلا میرید پای اول چپ راست کدوم مرجع تقلید رو به پیروش هستید و مقلدش هستید، در جریانات اینی که میگن روشن فکران و این حرفا شاید اطلاع نداشته باشین که اون موقع مثلا کسانی که شهرت داشتن در زمینهای تئاتر، سینما، جاهای مختلف بودن و مخالف خونم بودن، اینها در یه همچین فضایی جای رهبر حزب رو میگرفتن. یعنی من این بحث رو با غلام حسین سایدی داشتم، میگفتم آقا اصلا من وارد این بحث با شما نمیشم. آقای سایدی شما میفرمایید اختناق در این مملکت، اصلا من نمیگم هست یا نیست، اصلا هرچی شما بگید، ولی شما از این اختناقی که میگید هست بیشتر از خود حکومت دارید بهره میبرید. خب حرف عجیبی بود. من نه مدافع حکومت بودم نه کاری بودم، اساسا مدافع زندگی بودم، مدافع شرایطی بودم که مهیا شده بود طی قرن‌ها و بنابراین اگر منصفانه نگاه میکردیم خب به هر حال بی تردید حکومت و دولت‌های مختلف هم نقش داشتن درش، انتقادم به جای خود بود. به هر حال ایشون خب حرف عجیبی بود. چرا؟ با لبخند همراهانی هم داشتن، در همین هتل مرمر هم صحبتش بود. هم برای اینکه شما یک نمایشنامه نویس هستید، میدونم الان هم به خیلی عبر میخوره، با معیارهای نمایشنامه نویسی شما نمایشنامه نویسی مهم نیستید، با معیارهای هنر تئاتر نمایش های شما اجرا شده اکثرا، چاپ شده و بقیه موضوعان. اما نکته در این نیست، نکته در این نیست شما اگه بگین بعض بده، جوانی که من باشم اون موقع که بودم و بقیه میگیم بده، بگید خوبه میگیم خوبه. باشم اون موقعی که بودم و بقیه میگیم بده، بگید خوبه میگیم خوبه. و این بود، دنیا رو از دید اینها دیدن، در صورتی که در هیچ کشور آزاد که به گفته شما آزادی ها هست مثل انگلستان یا آمریکا جای دیگه، کسی دنیا رو از دید وضع انگلستان رو از نگاه جان آزبورن نگاه نمیم، ولی ممکنه از نمایششم ببینه، ولی حرف اونم بشنوه. ولی اگر اون اومد فتوا داد که این حکومت باید ساقط بشه، نمیدونم ولی باید ساقط بشه، چون آقای آزبورن گفته یا هانکه گفته یا تنسی ویلیامز گفته یا بقیه گفته.
یعنی شما دارید رهبری میکنید، یعنی جایی نبودن احزاب به گفته شما شدید رهبر حزب. روان شاد غلام حسین سعدی انسان پاکدلی بود، به هر حال غلام حسین سعدی انسان پاکدلی بود. این موقعیت ها وجود داشت، اون موقع پیروی میشد از نویسندگان، شعران، و وای به حال کسی که کتابش ممنوع میشد یا دو روزی هم زندان میرفت، دیگه لازم نبود اصلا دیگه حرفی زده بشه، مرید و مرادی میشد، یعنی طرف دیگه حرفی که میزد و جمع. یه همچین فضایی بود. من نمیخوام این رو بلافاصله بگم که باعث انقلاب اینها بودن، فقط ده ها علت داشت و عامل داشت، ده ها عامل داشت، اساسش که اساسا نیازی به انقلاب نبود، ده ها محرک داشت، از سیاست های خارجی بگیرید تا 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 موضوعات دیگه، ولی اینها میتونستن نقش های دیگه بازی کنن. منظور فضای اون زمان انقلابی بود. همون کاری که مصری ها بعدها کردن 1985، نه 2011 واقعا، علیه مبارک شوریدن بسیاری، آمدن نویسندگان رو، کسانی که بودن هنرمندان صاحب نام مثل عادل امام، مبارک بسیار بد، اما اینها که میگن چی میگن؟ نمیشه که چون این بده این یکی خوبه، این نگاه بسیار غلطه، من میبخشید برای من غلطه. عوامل متعددی اثرگذار بود و جنب 57 چون خرد نبود، چون نظام شاه مشکل داریم به جای خود. مشکل ما چه هست؟ یک، نیاز به انقلاب داره. دو، اگر نداره راه حلش چیه؟ سه، از سینماگر گرفته، اهل تئاتر گرفته و همه اینها جایگاه هایی دارن در تاریخ تئاتر، سینمای، ولی مثلا نمیشه هم مسئول بخش تئاتر دانشکده هنرهای زیبا بود و هم مثلا برای حفظ اون چهره انقلابی و مورد قبول انقلابیون مثلا رفتن به دانشجویان توصیه کرد به طور مثال که به جشن هنر نرید، مثلا تئاتر رو نبینید. نه، با نظام پادشاهی، با حکومت مخالف هستید که شما یه گوشش مسئولش هستید به جای خود، اینه اختلاف ما. اما شما دانشجوی تئاتر، این فرصت فراهم اومده بهترین گروه های تئاتری رو، دست کم گروهشون رو ببینید در شیراز، خوابگاه و مسافرت و همه اینا وسایش مجانی. به طور مثال من دارم میگم، یعنی این چهره دوگانگی که وجود داشت، همه اینها بود سال 57 و خرد نبود، ایدئولوژی بود و ایدئولوژی معاصر هم حتی نبود، و همه اینها هست که اون که صدای رساتری داره در چنین فضایی مثل عاشوراها بود و اینکه حسین برای برشیدن ظلم قیام کرده، که حتی ببینیم مارکسیست ما هم امام سوم شیعیان میشه قهرمانش. من انتقادی به اشخاص به خصوص نمیگیرم که چرا مارکسیست ما مثلا امام حسین میشه قهرمانش، چه گوارای بود این بخش قضیه. یک میراث بیش از 500 ساله ذهنی در ضمیر تاریخی انسان معاصر 57 به وجود آورده و داره عمل میکنه. این سال 57 هیچ کس مصلحت خودش رو تشخیص نمیده و این همه رو نمیشه باز رفع مسئولیت کرد و گفت چون احزاب آزاد نبود، چون کتاب مثلا به اصطلاح هم آزاد نبود، چون این نبود آن نبود. نه، این نه، به این دلایل نیست. اساسا هر انقلاب یا قیامی که میشه علیه همین نبودهاست که بود. اتفاقا الان یک یگانگی در نسل جدید ما میبینیم. چرا؟ برای اینکه دیگه میگم ایدئولوژی نیست، برای اینکه واقعیت هست جای مجاز رو گرفته. آنچه که امروز هست سنگ بنای ساختن ایران آینده است. یگانگی شخصیت اجتماعی، فوران خرد جوان
تاریخ معاصری. جامعه 100 تا قطب نداره موقع انقلاب. امروز هم که تازه به موقعیت انقلابی مشابه سال 57 نرسیدیم، هنوز نرسیدیم، کسی نمیتونه بگه من بی‌طرفم. بارها گفتم نمیتونه بگه بین دو صندلی نشستم، یا موافق وضع موجود یا مخالف وضع موجوده و مخالف حکومت حافظ این وضع. هیچ راه دررویی هم نیست. تو انقلاب 57 به صراحت و به طور طبیعی این دو قطبی بودن وجود داشت، یا با حکومت شاه بودی یا مخالف اون. به ویژه در موقعیت‌های انقلابی نویسنده‌ها، روشنفکرها تو هر جامعه معمولاً مخالف با قدرت حاکم، چون اصولاً هویتشون، هویت روشنفکر و نویسنده روشنفکر در مخالفت با حکومت است، مخالفت با حکومت مستقر، در یعنی مخالفت با قدرت. در نتیجه وقتی موج انقلابی رو میفته، یه مقدار میشه از این زاویه دید که طبیعی است با هویت تمام نویسنده‌ها و هنرمندایی که علیه در واقع قدرت هستن. و عرض کردم که اصلا تعریف روشنفکر، بعضیا اینجوری تعبیر میکنن که روشنفکر یعنی نویسنده یا اهل فکر و فرهنگی که بر قدرت، نه با قدرت. قدرت مستقر حکومت شاه بود و اینا. خب اینکه چه بعداً پیش میاد، این مهمه که کدام یک از اینا میمونن در اون حکومت، و اینکه چقدر تأثیر میذاره نوشته های اونا و طرفداری اونا از به اصطلاح سرنگونی حکومت مستقر بر جوانان یا جامعه آن زمان، همه اینا رو قابل بحث. هیچ کدومش توجیه پذیر نیست. در روی با توهین یه مسئله خیلی مهمی زمان شاه به همه توهین شده بود و بچه‌ها هم توهین شده بود، زن توهین شده بود، مرد توهین شده بود،
این در واقع یه نوع انقلاب فرهنگی بود. در مقابل یه چیزی می‌خواستم بایزم. سند اومدک در دست کسی نبود. همه گرفتار یه هیستری جمعی بودن. همه خیال می‌کردن تمام دنیا یه دفعه جوشیده. هم بچه‌ها میومد. می‌خواستن این تلو پلاسشو نمی‌دونم اون دودمان پهلوی جمع کنه، گورشو گم بکنه. و خود این مسئله می‌دونست واقعا یه معنی دیگر پیدا بکنه. ولی قضیه تبدیل شد به اگه قرار بشه که شاهو بکوبی، باید قایه قضیه بهتری بکوبی. یعنی همون اصطلاح عامیانه خیابون شاپور و نمی‌دونم جوادیه منتقل شد روز دینا. من مدام ما بود دما داری که میتونه من ندارم همه دارم اون بعد بخم داره که الان دماغش خواهد شده خواهد رو سری. یعنی که ملت دپولیتیزه بود دیگه. ملت یه پولیتیزه باشه که این کار نمی کنه و اینا هم این کار میکنه. بعد اون موقع یه عنصر عجیبی پیش اومد که به نظر من خیلی خیلی بود نمید. فقط ترس از انگ تهمت جب به تهمت اون موقع متلده. یعنی تو اگه میخواستی یه مسئله رو آنالیز بکنی، باز بکنی و رگولیشش رو پیدا بکنی، تو اصلا انقلابی نبودی. انقلابی کسیست که مش داره، انقلابی کسی که میتونه کتک بزنه، انقلابی کسیست که دوستر زنش تازور بکنه، انقلابی کسیست دقیقا با جبی که پیش اومده همه هنگ بازه. آدم های عجیب غریب بوده تمام مدت من فکر میکرم اتا اینا شکارچی هست، یعنی رنبال کسی هستن که بزننش. بازار مکاری عجیب غریب بود. در این حال که همه ریخته بودن، همه میخواستن یه اتفاق بیفته، همه میخواستن جلد یک مار رو بکنن، نمیدونستن که مار مدام پوست میندازه. اینجاست که خزی انقلاب تبدیل میشه به طوفان. انقلاب یه معنی داره که نه de 1966, el guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara llega a Bolivia disfrazado de diplomático uruguayo. El proyecto era crear varios Vietnam para expandir el socialismo en América Latina y combatir a las múltiples dictaduras militares que Washington imponía en la región. Renato Cuba es hermano de Willy Cuba, uno de los guerrilleros que combatió hasta último momento junto al Che. Cuando
gotas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Nos recuerda también que aprendimos a quererte desde la histórica.